اگر از مشترکین این کانال یوتیوبی باشید، میدونید که معمولا من داستانامو این شکلی شروع میکنم و تمامش میکنم. از A میره به B، B میره به C، C میره تا آخرش که Z باشه، و اگه خوب داستانگویی توش کرده باشم، آخرش این Z یه جوری وصل میشه به هد یا همون تیکه اول ویدیو که یه دور کامل زده باشه واسه شما یه نتیجه گیری در نهایت داشته باشه. اما تو این ویدیو میخوام یه داستانگویی متفاوتی رو بهتون نشون بدم. سه تا داستان همزمان رو میخوام با همدیگه ببرم جلو که توی همدیگه میان در نهایتش باز، ولی یه جوری وصلش کنم به تیکه اول، اگه بتونم خوب این داستان رو ادامه بدم و واسه شون توضیح بدم. یه خود باید صبور باشید، چون واسه خودم هم یه چیز تازهی دارم تست میزنم، ولی بیا دواد خیلی چیزا با همدیگه صحبت کنیم. هم که میگم خیلی چیزا با هم دیگه صحبت کنیم، در واقع من صحبت کنم شما بشنوید، چون من دارم با یه دوربین مکانیکی صحبت میکنم، کسی اون طرف نیست. اوکی، داستان اول از یه کامنت شروع میشه. تو ویدیو قبلی من یه اشاره کوچیکی به این دوچرخه‌ها کرده بودم. یه کسی اومده یه کامنتی گذاشته، این کامنتو میذارم اینجا و براتون میخونمش. خدای آخه این چه کاریه؟ چرا آدم باید به اونور دنیا زندگی کنه که حتی نتونه هدیک، حتی نتونه یک ماشین بخره بذاره زیر پاش و با دوچرخه اجاره‌ای بره این و اونور؟ احتمالا خود شما تو همین مملکت حداقل یه پراید زیر پات بوده دیگه، یا از اون بدتر مجبور باشی با یکی همخونه باشی، چون نمیتونی تنهایی خرج کرای خونه و زندگی رو بدی. من واقعا نمیفهمم چرا وقتی پول نیست و میدونی اگه بری زندگی راحت برات مهیا نیست باید مهاجرت کرد. به قول یه دوستی میگفت کسی که تو مملکت مادری خودش چیزی نشده و به جایی نرسیده هیچ جای دنیا هیچی نمیشه. امیدوارم توهین نشه به کسی، وای اگه کمی بهش فکر کنیم متوجه منظورم میشید. این داستان اول. این ویدیو رو مادر من و برادرزاده من که یکی 16 سالشه، مامان من نزدیک 60 خورده سالشه میبینه. به خاطر این من خیلی حواسم هستش که صحبتی نکنم که بی احترامی باشه، مثل خیلی از کانالای دیگه که به راحتی توهین میکنن توش و اینا. ولی نادان، تو فکر میکنی به خاطر اینکه مثلا ما پول نداریم سوار دوچرخه میشیم و دوچرخه کرایی انجام میدیم؟ من سردبیر ارشد عکس بزرگترین رسانه خبری دنیا، تو فکر میکنی سر قضیه پوله که ما نمیتونیم ماشین بخریم؟ واقعا یک روز کاری من به علاوه دو ماه کار یک کسی که به عنوان کارمند و پی‌اچ‌دی دکترا داره تو ایران هستش، یک روزش به اندازه دو ماه. تو فکر میکنی قضیه پوله که ما نمیخوام بریم ماشین بخریم اینجا؟ اینقدر واقعا ابلهی. نگهش دار هنوز. بعد اینکه کسی که توی مملکت خودش چیزی نشده جای دیگه هم چیزی نمیشه. اول اصلا اینکه من 14 سالگی کارم رو شروع کردم، تو 18 سالگی واسه خوازه یونایتد پرس امریکا کار میکردم، تو 20 سالگی جایزه عکس سال دنیا رو بردم، تو 21 سالگی دعوت شدم که بیام امریکا. خب به خاطر این چرا؟ من هم تو مملکت خودم خیلی کارا کردم، هم اینجایی که هستم آدم موفقی خودم رو میدونم، به خاطر اینکه شاد هستم به خاطر کاری که انجام میدم، هر کاری انجام نمیدم. اوکی، اینم یه موضوع دیگه به اون آدم که بازم صبر کن، یه چیز دیگه واسش دارم. بعد تفاوت دیگه که من با تو دارم اینه که داشتن پراید، پژو، مازراتی، هر کوفت و زهرمای دیگه که وجود داره واسه من نشانه فضیلت نیست. من همه اینا رو استفاده میکنم واسه اینکه یه تولزه، واسه یه وسیله است که منو بتونه از نقطه A به B برسونه. من واسه اینکه نمیدونم بخوام شوآف کنم، خودم رو نشون بدم، چیزی نمیخرم یا چیزی رو نمیفروشم. اینا تفاوتای بین من و توه. اگه ما سوار این دوچرخه‌ها میشیم به خاطر اینکه ترافیک تو این شهر زیاده و هزینه گرفتن تاکسی و چیزای دیگه اول از همه بالاست، و دو اینکه مکسنس نمیکنه، عقلانی نیستش که شما 4 تا 4 که با این دوچرخه میتونی 3 دقیقه‌ای بهش برسی و به سوار تاکسی بشی، تو ترافیکی ببونی 6 برابر 50 برابر این هزینه اینم بخوای بدی و نیم ساعت هم بخوای عقب‌تر
دیرتر برسی به اونجایی که بخوای بری. این چه حماقتیه که آدم بخواد داشته باشه؟ نه قربون شکلت، به خاطر پول نیست، خدا رو شکر، یا هر انرژی دیگه که تو این دنیا وجود داره، زندگی خیلی خوبی داریم ما، مشکل مالی وجود نداره. اگر میبینیم بعضی وقتا متاسفانه اتفاق میفته که آدما واقعا عقلشون به چششونه، یعنی شما به محض اینکه قرض و قوله میکنی میری ماشینه رو میخری و اینا، یه چیزی میندازی زیر پات فقط که بخوای با این اون نشون بدی، آدما فکر میکنن که اون آدمه چه آدم پولداریه، چه با کلاس، چیز با شخصیته. ولی وقتی که بری توی زندگی شخصیشون داخلی واقعا نگاه کنی، همشون زیر قسط دارن بیچاره میشن، فقط واسه این که دارن تو دنیای یک آدم دیگه زندگی میکنن. من هیچ کسی و هیچ کسی واسه مهم نیست که چه شکلی از دنیا، از بیرون دنیا داره به من نگاه میکنه. توی ذهن آدمهایی که منو میشناسن هزار تا محمد خیرخواه وجود داره. یکی میگه خسیسه، یکی میگه پولداره، یکی میگه فقیره، یکی میگه آدم دست و دلبازیه، یک واسه یکی من دروغگوام، واسه یکی دیگه راستگوام، واسه یکی آدم خشنم، واسه یکی خوشحالم. هزار شکل مختلف از نوع ما تو ذهن آدم ها وجود داره. من اون چیزی که تو ذهن آدم ها وجود داره رو به خاطر زندگی نمی کنم. من واسه خودم زندگی می کنم که بتونم این چرخه انسانی رو یک کاری رو بتونم توش تولید کنم که شاید بتونه کمک کنه به یه آدم دیگه. من فقط و فقط واسه اون دارم زندگی می کنم. ولی این ببخشید کثافتی که دورم رو گرفته هیچ جذابیتی واسم نداره. اوکی؟ اینم یه چیز دیگه. باصب کن. قضیه بعدی اینه که شما توی مملکتی داری زندگی میکنی که صبح تا شب دارن به دروغ میگن. شما رو یک معتاد این کردن که آقا اگه ماشین بهتری بگیری او بس یه چیزی هستش، و دستایی که خودشون دارن میخورن و میخوابن قشنگ، شما رو هم برده خودشون کردن. برای چی من بخوام برگردم به اون کشور یا با اون مملکت که همش توهینه؟ نمیدونم فرودگاه میخوایی بری روژ لب زدی جلوتو بگیرن، لباسی که پوشیدی رو به توهین کنند، نمیدونم موسیقی میخوای انتشار بدی باید بری مجوز از کسی بگیری. عزیز دل من، این که حتی ما تو سختی داریم تو این مملکت زندگی میکنیم، تنها چیز و حداقل چیزی که توش وجود داره اینه که محترمانه صحبت با آدم، آدم ها احترام میزن. انسانیت تو این مملکت و کشورهای این شکلی حداقل یه جایی هستش که تو میگی اوکی، خیلی چیزها رو از دست دادی، خانواده تو توی 14 سال گذشته 30 روز همش با هم دیگه دیدی، خب نمیدونم کشورتو نمیتونی ببینی، مملکت تو نمیتونی به سر بزنی، ولی حداقل چیزی که در قبالش گرفتی احترامه. اینا تفاوت اون چیزاست که بین من و توه، نه سوار دوچرخه شدن من به خاطر اون قضیه این نیست. اوکی؟ این داستان اول. اوکی، داستان دوم یه اتفاقی هستش که جدیداً به خاطر قضیه مجازی و آنلاین اتفاق میفته. اینی که ما همه چیز رو بر اساس پرسپشن، درکی که، ادراکی که خودمون داریم نگاه میکنیم. مثلا یه چیزی رو از یه آدمی میدونیم، مثلا من که روزی نمیدونم هفته نیم ساعت با شما یه ویدیو رو شیر میکنم و شما فکر میکنید که آه پس تمام زندگی این آدم رو من میدونم دیگه، این شکلی داره زندگی میکنه. خیلی وقتا متاسفانه یه کامنتی واسه من میاد که خیلی هم بی احترامیه به نظر من، اینه که چرا تو پارتنر نداری، چرا دوست دختر نمیگیری. یک، این که شما از کجا میدونید که من پارتنر دارم یا ندارم؟ شاید به خاطر اینکه اون آدم دوست داره پرایوت باشه، من این احترامو دارم براش میذارم که پرایوسیش رو رعایت کنم. شاید به خاطر اینکه میره ایران و میاد دوست نداره که توی این ویدیوها باشه. شاید اصلا زندگی شخصی داره که اصلا حال نمیکنه با یوتیوب و چیزای دیگه. چرا شما فکر میکنید که وقتی من یه چیزی رو نشون نمیدم یعنی نبودن اون قضیه؟ این شکلی نیست. کاری که ما باید بکنیم به نظر من و تغییرش بدیم و خود من مدام روش سعی میکنم که این کار اتفاق بیفته، این که به جای اینکه پرسپشن داشته باشم فقط بگم که اوکی من اینقدر از این قضیه درک دارم و میدونم پس دیگه بیرون از این چیز دیگه ای وجود نداره، تغییرش اینو بدیم و بکنیمش به پرسپکتیو، اون نوع دیدگاه ما، اون نوع نگاه ما که هستش، خودمون رو اگه ببریم جای اون آدمه بذاریم و از اون طرف نگاه کنیم، همیشه باعث میشه که کمتر بخوام پیش داوری کنیم و جاج کنیم آدم ها رو، خیلی به خیلی چیزا کمک میکنه.
اینکه من بگم که آقا یه کسی حالا اون شکلیه، قیافش اینجوریه، نوع زندگیش این شکلیه، به جای که من از این سمت بهش نگاه کنم، اگه برم اون ور وایسم و بگم که آه این یه سری مشکلات تو زندگی داشته، یه سری اتفاقات تو زندگیش افتاده، یه سری کارها، تصمیم‌هایی که گرفته اشتباه گرفته یا درست گرفته، اگر از اون طرف بهش نگاه بکنم شاید خیلی بهتر باشه که تفاوت این دوتا با هم کسب و کار کنه. اینجوری خیلی کمک میکنه. این داستان دوم که اگه دقت کرده باشید به داستان قبلیم و وصل شد. اون شکلی که اون آدم کامنت گذاشت و داشت فقط به زندگی من نگاه میکرد، اون به جای اینکه بیاد این سمتی نگاه کنه میتونست خیلی بهتر باشه. در مورد کامنت هم الان یه توضیح باز دوباره میدم. بیاد داستان سه رو با هم بزنیم. و داستان سوم که به نظرم مهمترین بخش این ویدیوه و شاید مهمترین بخش باشه تو زندگی من، حداقل که من آدم ها رو این شکلی میبینم، اینه که آدم های دنیا به نظر من دو دسته بیشتر نیستن، یا تولید میکنن یا مصرفگرا هستن، یا پرودیوس میکنن یا کنسومرن. هیچ چیزی به نظر من این وسط وجود نداره. اوکی. بیشتر ما، اکثر ما کسایی هستیم که مصرفگرا هستیم. هیچ وقت پامون رو نذاشتیم توی، به قول امریکایی، تو چکمه، تو کفش اون آدمی که ببینیم که اون کسی که داره تولید میکنه یه چیزی و زیر چه فشاریه، چه کارهایی رو داره انجام میکنه، چقدر سختی کشیده که بخواد اون چیز رو تولید کنه. معمولا متاسفانه فقط حرف میزنیم. ببین چقدر سوال است گفتنش. آه من فردا میخوام برم کره ماه، یا میخوام برم کره مریخ. خیلی ساده است، صحبت کردن بسیار ساده است، ولی وقتی که میفتی و اون کار رو انجام میدی تازه میبینی که چقدر سخته. شماها فکر میکنید که مثلا نمیدونم، قطعا دوباره یه کامنتی میاد که آه رو کامنت ها حساس نباش، نمیدونم این آدم ها حرف میزنن و اینا. این قضیه نیست. این فلسفه‌ای که من این ویدیو رو میسازم سر قضیه کامنت ها و اینا نیست. کامنت ها منو اذیتم نمیکنه به هیچ وجه. مثل اون چی میگن، مثال آلمانی هست که میگفتش که تو یه چیزی رو داری نشون میدی که میگه اونجا یه اتفاق بدی داره میفته، ولی همه آدما نوک دنگشتتون میبینن. نگاه کنید که ببینید که من چی رو دارم به شما اونجا نشون میدم که میگم اون اتفاق میفته. یه چیزی که من خیلی بیشترین کامنتی که میگیرم و همیشه من اینجوری میکنم آه چرا، اینه که خیلی هم میان می‌نویسن که آ اینجا رو خوب توضیح ندادی، ای کاش در مورد این قضیه هم توضیح میدادی. یعنی من واقعا یه ویدیویی نساختم که زیرش، واقعا 105 تا ویدیو تو این کانال هستش فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، برید زیرش رو بخونید کامنت ها، غیر ممکنه توی یه دونه از ویدیو پیدا کنید که کلمه ای کاش وجود نداشته باشه، ای کاش اینم توضیح میدادی، ای کاش این کارو می‌کردی، این قضیه رو توضیح ندادی. ببین من فلسفه‌ام تو زندگی تولیده. اوکی. به نظر من اگر کسی که کامنت میذاره، یک، وصله به اینترنت، دو، اگر رو گوشیش داره کامنت میذاره احتمال خیلی خیلی زیاد گوشی هوشمند داره، اسمارتفون داره، و معمولا گوشی اسمارتفون دوربین دارن روشون. یعنی شما میتونید خیلی راحت به جای اینکه بیاد کامنت بذارید واسه آدم ها گلگی کنید، میتونید بیاید این طرف خط و میتونید بیاید تولید کننده باشید. اوکی. این که اگر شما به من داری میگی که این قضیه رو خوب توضیح ندی، یعنی اینکه علم شما بیشتر از منه، چون شما یه چیزی رو بهتر داری میبینی که من توضیحش ندادم. به جای اینکه کامنت بذاری، چه کاریه که از این ابزاری که مجانی در اختیارته، ببین نه صداوسیای جمهوری اسلامیه، نه نمیدونم پروداکشن میلیون دلاریه که اسپانسر بخوای، اینا هر کسی که یه گوگل داشته باشه و یه جیمیل، اکانت جیمیل داشته باشه، میتونه اکانت یوتیوب هم داشته باشه. و من به شدت به همه پیشنهاد میکنم که اگر چیزی واسه گفتن دارید، بارها بارها گفتم که شروع کنید به تولید کردن. اگه یه چیزی رو بهتر از من میتونید توضیح میدید، ببخشید شما دارید خیانت هم به خودتون میکنید هم به یه سری کسای دیگه که میتونن با نیاز دارن که اون علم شما رو داشته باشن. چرا این کارو فقط به یه کامنت گذاشتن بخواید سطحی کنید و بیاریدش پایین، وقتی میتونید تولید کنید؟ یه گوشیتون بذارید اونجا، یه ویدیو از خودتون ضبط کنید، ببینیم که چند مرده حل داشتید.
و من به شما قول میدم اگه یه کیفیتی وجود داشته باشه میتونید کانالتون واسه من بفرستید زیر اینجا کامنت هم بذاریدش. اوکی، لینک ها رو یوتیوب میبره توی قسمت دیگه. اگه نمیدید من چیزی رو سانسور نکردم، همونطوری که اگه مثلا عکس قلب بذارید میبره تو اون قضیه، چون شما رو فکر میکنه اسپمید، به خاطر این من باید برم اونجا کانفرم کنم که اوکی نشونش بده. من چیزی رو دیلیت نمیکنم، نمیدونم سانسور نمیکنم، همه چیزی هست اونجا. اگر فیلتر میشه به خاطر یا توهینی توش هستش یا لینک توش هستش یا اینکه به حال یکی از این ایموجی ها و اینا هستش که من باید برم دستی یادش دارم بیارم این طرف. میگم اگر شما شروع کنید و به ساختن ویدیو همه این چیزها رو میبینید، همه این کارا رو میبینید، آدمایی که میگن که ناراحت نشو سر این کامنت ها خیلی حساسی و فلانی حرفا، کسایی هستن حواسم که نیستم دوباره همونطور که دیدید از یه کامنت استفاده کردم و یه داستان در موردش گفتم که یه ویدیوی جدیدی باشه بر اساس اون داست کامنت منفی که هست، من مثبتش کردم و آوردم توی ویدیو. ولی معمولا آدمایی که کار نکردن و نمیدونن که این چقدر سخته میگن که حساس نباید نسبت بهش، ولی وقتی که بشینی 7-8 ساعت در روز کار کنی، 7-8 ساعت ادیت کنی این ویدیوها رو بدی بیرون، نمیدونم مدا دیتا بذاری یا همه اون کارا رو واسش انجام بدی، دیزاین و فلان این حرفا، میفهمی که اون چیزی که ما فکر میکنیم چیه، اینکه و حساسیت نیست، یه چیز دیگه است که تا موقعی که شروع نکردی به کار کردن و تولید نکردن اون داستان رو متوجهش نمیشه. از همه تون من خواهش میکنم، کسایی که واقعا این سه تا چیز دارید، اینترنت، یه گوشی همراه و که دوربین داشته باشه و اینکه حالا یه علمی دارید که میتونید با آدمای دیگه بدید، برای چی شروعش نمیکنید و فقط به یه کامنت بسنده میکنید؟ انجامش بدید. ببین برای من این شکلیه، کلن کسایی که کامنت میزنن اینجا و کسایی که حرف میزنن فقط کامنت گذاشتن، اینا اصلا بد نیست، ولی فقط یه سری هستن که فقط بعدن حرف بزنن، اونا پایینن، پایین ترین. اون کسایی که هنوز چیزایی نمیدونم، چالش فلان، نمیدونم دوربین مخفی، نمیدونم چیز سکسی فلان این حرفا هسته، چیزای چیپ کاملا، هنوز اون آدما تولید کننده هستن واسه من. این به این معنی نیستش که من میپذیرم که چه چیزی رو دارن تولید میکنن و باشون موافقم، ولی هنوز بالاتر از اون کسایی هستن که واسه من حرف میزنن فقط. اوکی، بعد از اون به یه لولی میرسه که شما واقعا تولید کننده هستی، یه چیز مفیدی داری به مخاطبت میدی، فقط لزوما سرگرمی نیست، وقت تلف کردن نیست، شو آف نیست، اومدی خیلی شسته و رفته مطلبتو نوشتی، صحبتی که داری میکنی از این شات میری به اون شات همش فکر شده هستش، اونا کسایی هستن که به نظر من فوق العاده‌ن، کارشون میکنن، به هیچ کسی کار ندارن، عاشق این قضیه هستن و تولید میکنن، نه واسه پول اومدن، نه واسه معروف شدن اومدن، نه واسه شو آف کردن، و یکی چیزی نیست، فقط و فقط که اون چیزی هستش که واقعا از ته قلب، حالا با هامبل بودن و هر چیز دیگه‌ای که هستش میگم، اینه که من اصلا یه عشقی دارم نسبت به این کاری که دارم انجامش میدم، هر سختی هم پاش بیاد جلوش منو نمیندازه کنار، بخاطر اینکه دوستش دارم، و دو اینکه فکر میکنم یه چیزی شاید دارم که بد نباشه واسه آدمو توضیح بدم، و آدما هم تا الان خیلی دوست داشتن، لطف کردن و اومدن رو عکس من کلیک کردن و نگاش انداختن. منم قبل از این 2 سال پیش که شروع میکردم میگفتم که کی دوست دارم منو ببینه، اصلا من چه چیز دارم که میتونم اصلا بگم. بعد که همینجوری آروم آروم میذاری یواش یواش دستت میاد و شما نیستی، خودتو نباید سانسور کنی، اون مخاطب هستش که شما رو داوری حالا خواهد کرد یا که به دلش میشینی یا نه، و اون هستش که تصمیم میگیرش که شما ادامه بدی یا نه. اوکی، شما تصمیم گیرنده نیستی به نظرم، شما فقط باید کارتو تولید و تولید کنی، گوشت هم ببندی به هیچ کسی گوش ندی و فقط بری جلو. اوکی، این قضیه. خیلی حرف گفتنی زیاد هستش، ولی این بخش سوم قضیه که طولانی هم شد خیلی. اگه یادتون باشه اون نوشته هایی که داشتیم قبول A و B و C که سه تا داستان باشه و آخرش قراره به A برسه، که بیاد در بود A با یه خاطره خیلی کوچولو این ویدیو رو تمام کنم و همه این رو به همدیگه وصلش کنم اگه بتونم. اوکی، حالا بیاد همه این سه تا داستان رو به همدیگه وصلش کنیم تا آخرش. مثالی یه داستانی رو تعریف کنم. چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش،
یه کسی به من یه ایمیلی زد که یه پروژه دانشگاهی داشت و اینا، خلاصه از من کمک خواسته بود و اینا، به یک جایی رسیدش که در مورد زمان و آن تایم بودن کشید بحث ما و به من گفتش که من همیشه دیر میرسم هر جایی میرم و اینا، و من خودم من شخصا کاملا برعکسشم، اصلا نمیتونم دیر کنم جایی، همیشه زود میرسم و اینا، یه چیز دارم تو زندگی که دیر نرسم. و صحبت سر این شدش که چجوری میتونیم درستش کنیم. این مثال فقط واسه آن تایم بودن نیست، یه جوری حالت دیسپلین داشتنه و من معمولا این مثال واسه آدم ها میزنم. این خط رو میبینید؟ خطی رو که من کشیدم اینجا، اگه از نزدیک ببینیدش، خیلی نزدیک، یه سری داته، یه سری نقطه کنار هم دیگه است که خط رو تشکیل داده. من به نظر من فکر میکنم که زندگی هم حداقل واسه من اون شکلیه. ماها متاسفانه همه چیز رو یه حالت یه خطی میبینیم، یعنی مثلا چاقیم، دوست داریم که اینجوری لاغر بشیم، اگر میخوام یه کاری انجام بدیم میخوام که توی یه هفته به نتیجه برسیم. زندگی به نظر من این شکلی کار نمیکنه. به نظر من هر کدوم از این نقطه هایی که دیدید یه سری هبیتن، تو انگلیسی میگن هبیت، یه کارهایی که ما مدام توی روزمرگی هامون هستش به انجام میدیم. خب هفته صبح پا میشیم، یه کسی دیگه مثلا 12 ظهر پا میشه، اوکی. اگر این هبیت هامونو خیلی یواش یواش بخوام تغییرش بدیم و بیام سمت اون جایی که دوست داریم باشه، به نظرم این گذاشتن این هبیت ها کنار هم دیگه باعث میشه که زندگی ما تشکیل بده روزمره، زندگی روزمره ما باعث میشه که شخصیت ما تشکیل میده، و بعد در نهایتش باز دوباره اون قضیه پرسپکتیو، چجوری نگاه کردن، چجوری کار کردن، چجوری دیسیپلین داشتن و اینا، همه چیز میکنه. این آقایی که مثلا داره هر روز میدوه اینجا احتمالاً و میاد ورزش میکنه، سخت‌ترین کار دنیاست، به خاطر اینکه کارهای خیلی بالاتری وجود داره. میتونی شما فقط غذا بخوری، میتونی نمیدونم بخوابی، و خوردن و خوابیدن و جلوی تلویزیون نشستن خیلی خیلی کارهای ساده ایه. خب ولی هر موقع یک جایی تو زندگی وجود داشت که میگه که این سخته که بخوام اون کارو بکنم، همون تیکه هست و هی انجامش میدی. حالا نمیدونم 5 صبح پا شدن، 7 صبح پا شدن، یا اینکه یک کاری رو هی انجام دادن، یا اینکه یک ویدیو هفتگی ساختن. یک سال 11 ماه من هر هفته یه دونه ویدیو منتشر کردم روی این روی یوتیوب، روی این کانال. اینا کارهایی نیستش که همینجوری اتفاق میفته، بخاطر اینکه توی یک سال 11 ماه شما هی زندگیت این شکلی میشه، مریض میشی، اتفاقای خانوادگی واسه میفته، فقیر میشی، پولدار میشی، نمیدونم، خیلی اتفاقات میفته. ولی اینکه این دیسیپلینه رو داشته باشی، این نقطه ها رو، این هبیت ها رو هی تو ذهنت بسازی که مهم نیست این اتفاقات داره واسه من میفته، بذار من این کارا رو انجام بدم که قول دادم به خودم که انجام بدم، فقط به خودت، حالا به بقیه و اینا مهم نیستم واقعا، که به خودم انجام دادم که انجامش بدم. خب و دو که موضوع مهمتری هستش اینه که هبیت ها طول میکشن تو تغییر کنن. شما موقعی که اولین نمیدونم غذا تو خوردی یا چاق نشدی که، آروم آروم چاق شدی، تکرار نکردی از خودت، حواست نبوده و هی شکم آوردی، شکم بزرگتر شده و حالا این چاقی که میگم چیز خدا نکرده، کسی که چاق هستش حالا چیز نداره، ولی معمولا این شکلی ایجاد میشه که کوچولو کوچولو همش اتفاق میفته. جامعه ها هم این شکلی هستن، کوچولو کوچولو یه سری اتفاقات توشون میفته و بعد به یه جایی میرسه که دیگه نمیتونی جمعش کنی. به نظر من برعکسش هم این شکلیه. اگه مثلا شکم داری و میخوای حذفش کنی، نمیتونی اینو داشته باشی واسه خودت که اوکی من 3 روزه میخوام حلش کنم، اوکی 5 روزه. شما 3 روزه چاق نشده که 3 روزه میخوای حذفش کنی. خب به خاطر همین داشتن این که تو فکرت اون دیسیپلین رو بسازی که انجامش بدی خیلی خیلی کمک میکنه به این قضیه. پس از نقطه های کوچولو کوچولو آدم باید شروع کنه، به خودم میگم این قضیه رو، و تا بتونه که شخصیت خودش اون چیزی که هست رو بسازه و بعد بتونه کارهای بزرگتری انجام بده. همش همیشه همه چیز از چیزای کوچولو اتفاق میفته. فساد توی جامعه میبینید اول کوچولو کوچولو اتفاق افتاده، یو همه فاسد نبودن، اگه همه دروغ میگن یو همه دروغگو نشدن، اوکی. به خاطر همین این چیزا رو باید داشته باشید. این بهونه رو واقعا باید بذارید کنار که آها تو ایران این شکلی، آقا نمیشه فلان کرد. تو ایران من پشت چراغ قرمز وای میستادم موقعی که همه مسخره میکردن، نمیدونم موقعی که همه زب میگفتم و خارجی شدی رفتی زبان داری یاد میگیری و اینا، من نمیدونم خیابون نواب زندگی میکردم، کلاس انگلیسی میرداماد بود، میرفتم و میومدم، مهم نبود واسم آن تایم بودن، همیشه سر ساعت بودم، آدم میگفتن آه این به ساعت ایران دیگه، نیم ساعت الان من دیرتر میام و اینا. خب به خاطر همین جایگاه مهم نیست. بله باید بیشتر تلاش کنی، جا
جامعه های سالمی این که این شکلی هستش و میتونی خودت باشی خیلی ساده تره توش، ولی چالنجاش تو هست دیگه، چالشاش توش وجود داره. خلاصه اینجوری امیدوارم این سه تا داستان هامبل بودن و نمیدونم سر به زیر بودن منو یه موقع اولش اگه من یه خود خشن تر بودم زیر سوال نبرده باشه. من زندگی خودم رو دارم، خیلی راضی ام از زندگی که دارم و اینا، جای خیلی خوبی ام که همه دوستان باشن دارم زندگی میکنم، کارم خیلی دوست دارم، آدمی ام که باهاش هستم آدم دوست داشتنی هستش. به خاطر همین امیدوارم که اون بعضی وقتا میبینی یه سری چیزا رو نمیگی، آدما فکر میکنن که مثلا اون شکلی هستی، ولی اینجوری نیست. من طرز صدام و حالت دوربین و جایگاهش و همه این چیزا رو تغییرش میدم به خاطر اینکه بتونم اون داستانو بگم. اگه نگاه کرده باشید اول این ویدیو، موقعی که من کنار دو چرخه بودم و داشتم اینجوری میکردم، ویدیو از سمت پایین داشت به بالا نگاه میکرد که اون نشون بده. الان از آی لول یه خود بالاتر هستش که یه چیز دیگه ای به شما نشون بده. به خاطر اینا همه رو من فکر شده سعی میکنم تا اونجا که بدونم برم جلو. بعضی وقت تصادفاتم اتفاق میفته. در مورد ویدیو که چجوری میسازم همه رو توضیح خواهم بهتون داد. ببخشید این ویدیو اگه خیلی من صحبت کردم توش و خیلی زیادی شد، عذرخواهی میکنم یه جورایی، ولی امیدوارم که به درد حداقل یک نفر بخوره. همون یک نفره واقعا کافی هست. میبینمتون زود. هوا عالیه و فردا هم قرار برف بیاد. اگه برف بیاد که احتمال خیلی زیاد نمیشه، 99% برف بیاد که هستش و بشینه، میرم یه ویدیو دیگه واسه تون میسازم. یه ویدیو دارم میسازم به نام در ستایش نیویورک، شاید اونو فردا انجامش بدم. حالا ضبطش. چشم داغون شد. اینو بذارم آخر ویدیو. این صدای هلیکوپتر اینا که میشنوید بعضی وقتا من این طرف نزدیک آب هستم، بذار یه توضیح بهتون بدم شاید جالب باشه. کلا سه نوع شکل هلیکوپتر تو اینجا وجود داره که کارهای مختلف میکنن. اولیش که صداشو خیلی زیاد میشنوید و پایین پرواز میکنن، یه سری تورهای هلیکوپتری هستش. ارزون هم از خیلی هم گرون نیست واقعا، از $90 شروع میشه تا 150 تا واسه یه دونه صندلی و شما رو میبره تا اون استاتیو آف لیبرتی، همون مجسمه آزادی، تا ته لور منهتن و یه چرخی میزنه و برمیگرده. اون اولیه که میبینید. دو هلیکوپترهای نظامی هن. یه خودی که جلوتر که برید یه جایی دارن که هلیکوپترهای نظامی میشنن و اینجا میرن و میان. حالا به هر حال سمت این طرف اقیانوس هستش و باید حالا بچرخن و اینا واسه امنیت. و سومیش یه شرکتی هست به نام بلید که هیچ کدوم اینا سپانسر نیستن. بلید یه شرکت خیلی جالبیه. شما $190 میدی و یک صندلی رو دوباره میخری که به سه تا فرودگاهی که به دو تا فرودگاه در واقع JFK و لوگاردیا که هسته، شما از اینجا میبره میچرخونه و میذاره اونجا که 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه کلش. شما اگه از لوگاردیا و JFK بخوای بیای وسط شهر برسی، با قطار که بخوای بیای نزدیک یه ساعت و خورده‌ای حالا واسه جایی که هستش طول میکشه. و اگه با تاکسی اینا هم بخوای بیا که قیمتو اصلا عجیب غریبه دیگه، یعنی همون اندازه این هلیکوپتر در میاد. به خاطر این اگر میدونید و میشناسید و وضعیت مالیتون میاد و میخواد وقت رو اونقدر صرف نکنید، این بلیدا هستش. یه جوری اوبر مثل همون اسنپ، یه اوبر هواییه. اپ رو میتونی بگیری، بهت میگه سر چه ساعتی اینجا باشی و بعدت میذاره تو فرودگاه. خیلی باحاله اون. حالا شاید یه ویدیو در موردش ساختم موقعی که دفعه بعد پرواز کردم. اینجوری این رکم زدم. چیزه این متا جدیده که گرفتمش و اینا، داشتم فکر بگم که دوایش بسازم یه ویدیویی که توضیح بدم و اینا چی کارا میکنه و اینا. اگه جذاب خیلی واسه تون واقعا اینجا کامنت بنویسید، بعد که دیدم که مثلا اگه 50 نفر کامنت بذارن و اینا که بگن آره بساز، یه چیزی رو کامل لوادش میسازن چه کار میکنن. مثلا شاتو اینا گرفتم باهاش، حالا ویدیوهای بعدی اون شکلی میبینیدش که چه کار کردم. ببخشید این طول دیگه خیلی طولانی شد. اینم اون قضیه است. بعد حرف میزنن و موسیقی پخش میکنن. میتونید ببینید اینجوری میتونی الان فیلم ضبط کنی و اینا، این چشمکش هم میزنه و اینا، میذارم این گوشه که ببینیدش. اینجوریه. خلاص این شکلی. اینم که دیدید میچرخه اینجوریه میچرخه. ببین بعدیو فکت رو الان بهتون میکنم. آقا فکت امروز خیلی هم کوتاه و بامزه. این که
هیچ می‌دونستی که هیتلر برخلاف اون چیزی که آدم فکر می‌کنه اصلا آلمانی نبوده و اتریشی اصلیتش، و بتوون که همه فکر می‌کنن اتریشیه به خاطر اینکه اتریش جایی واسه موسیقی و اینا هستش، اتریشی نیست، اصلیتش آلمانی بوده. فکت موسیقی.